حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. سناتور جکی روزن، عضو کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا: ایران یک تهدید جدی برای امنیت دریایی در خاورمیانه است. نامه 12 سناتور آمریکایی به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا: تحریم‌های ایالات متحده باید تا حد اجرای کامل قانون عملی شود. از آنجایی که فروش نفت ایران همچنان در حال افزایش است و سپاه پاسداران به هدف قرار دادن شهروندان و نظامیان آمریکایی از جمله در داخل ایالات متحده ادامه می‌دهد، ضروری است که از همه دارایی‌های دولتی موجود برای محدود کردن فعالیت‌های رژیم ایران استفاده کنیم. ماکس لاکس، نماینده ویژه شورای اروپا در امور ایران: شورای اروپا برای مدت مدیدی بی‌اعتنایی کرده است. این شورا به عنوان قدیمی ترین پارلمان حقوق بشر باید در کنار مردم غیر نظامی ایران که کل رژیم را زیر سوال میبرند بایستد. این بیشتر یک دیدگاه بلند مدت است و میخواهم به عنوان گزارشگر در مورد ایران نظارت علمی و سیاسی بلند مدت وضعیت حقوق بشر در کشور را امکان پذیر کنم و ما به یک نقطه چرخش در سیاست اروپایی ایران نیاز فوری داریم. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا: من فقط می‌خواهم تأکید کنم که ما عمیقاً درباره ایران نگران هستیم. نگرانی از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، سرکوب مردم خودش و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه. ما تعدادی از افرادی را که در کمک به سرکوب اعتراضات و تظاهرکنندگان صلح‌آمیز رژیم نقش دارند، لیست‌گذاری کرده‌ایم. با توجه به سرکوب فناوری ارتباطات توسط رژیم، ما یک مجوز کلی برای گسترش دسترسی به خدمات و نرم‌افزارهای مرتبط با ارتباطات ایالات متحده را صادر کرده ایم تا در دسترس ایرانی‌ها قرار گیرد و این چیزی است که من از نزدیک دنبال می‌کنم. ما همچنین علیه تجارت ایران و نفت و پتروشیمی اقدام می‌کنیم که بدیهی است که این یک منبع درآمد بزرگ برای آنها است.